زندگیتون بخیر باشه. امروز میخوام راجع به تفاوت زبانی که بین ما ایرانیایی که فارسی زبان هستن و همسایه محترممون افغانستان یه ویدیو براتون بذارم. ممکنه یه جایی خندم بگیره. هدفم این نیستش که بخوام کسی رو اذیت کنم یا مسخره کنم، اما وقتی بعضی از کلمات رو میگم ادبش میبینی یه سری خاطرات بامزم تو ذهن من خب هی میاره. باز همین چون خاطر خیلی قشنگ و بونمک و خیلی خنده دار هستم، ممکن هر از گاهی تو بعضی از کلمات بخندم. هدف توهین نیست. خب ما توی ایران فارسی امروزی رو که صحبت میکنیم خیلی واژگان مختلفی بالاخره تو زبان فارسی اومده اضافه شده که از زبان های مختلف، حالا چه روس، عرب، ترک، فرانسه، انگلیسی وارد زبانمون شده و به طور روزمره ما داریم استفاده ازش میکنیم و حتی گاهی وقتا یادمون میگه زبانمون اصلا فارسیه و اینا جز زبان ما نیستن. توی افغانستان سه زبان پشتو، اردو و دری صحبت میشه و من اینجا با افغانی زیادی به عنوان مشترک باشون کار میکنن و ارتباط هستم و یه سری واژه هایی که توی این سال ها یاد گرفتم و هر کدومشون یه داستانی داشتن رو اینجا سعی کردم اون چیزی که تو ذهنم بوده رو براتون به اشتراک بذارم. ما تو فارسی میگیم سلام حالت چطوره؟ اونا میگن سلام جانمان جوره؟ دستپات خوبه؟ ما میگیم دلم برات تنگ شده، میگه جانم برای دخ کرده. جانش برام دخ کرده. به مادر پدک همونه، به خواهر میگن خور، به برادر میگن ورور و به عمو که عموه، اما به دایی میگن مامه. چرا؟ چرا بهش میگید مامه؟ به کوچیک میگیم، ما چیز کوچیک رو میگیم کوچیک، اونا میگن خورد، به بزرگ میگن کلان و به پدر بزرگ مادر بزرگ میگن پدر کلان مادر کلان. و ما به گربه یا پیشی میگیم گربه، اونا میگن پیشک یا پیشی، گربه نمیگن. حتی ما خیلی به خیلی نگاری املایی مثلا میگیم گربه، ولی معمولا میگیم پیشی پیشی بیا، ولی اونا پیشک یا پیشی میگن. ما مثلا میگیم ممنونم، مرسی، اونا حتما واژه تشکر رو استفاده میکنن. توی سبزیجات و میوه‌جات ما میگیم تربچه قرمز خوشگلا، اونا میگن مولی سرخک. تربچه ترب میشه مولی، تربچه قرمز میشه مولی سرخک. سیب زمینی آلو، پیاز پیازه، خربوزه میشه خربوزه یا هندونه بهش میگن تربوز، موزو میگن کیلا. واژه بعدی پرتقاله، به پرتقال میگن متا. که ما چون خیلی آدم های فانی هستیم و خیلی همه چی کمدی میکنیم، متا رو میگیم متت. ببخشید اگر دوست افغانی میبینه متت به زبون ما یعنی کون. خب واسه شما میگید پرتقال که شما میگید متت چنده، انگار داری با ما میگی کونت چنده. بس واسه ما میخندیم. اما ما ایرانی عادت داریم همه کلمات رو از توش یه چیز فانتزی در بیاریم، خیلی آدم جوکی هستیم. من مثلا میگم من رشت به دنیا اومدم، اونا میگن من در کابل پیدا شدم. به دنیا اومدن میگن پیدا شدم. برف و تگرگ رو میگن جاله، که خب اسم دخترم هست و خیلی قشنگ و خیلی فارسیه، خیلی چیز دیگه اصیله. بارون هم که بارش هست. فقط یه چیزی که هستش به دوستای افغانی این نباید مثلا بگی این چیز خیلی خاصه، تو آدم خیلی خاصی هستی برام، چون که خاص یعنی خاجه. منظور دوست ایرانی بوده که تو you are very special for me، تو برای من خیلی اسپشیالی، تو نمونه تکی هستی،
نه اینکه تو یک خاجه هستی. پس اگر کلمه اگر بگی تو چقدر تو خسیسی، نگید بهش تو چقدر خسیسی، چون کلمه خسیس رو همون خاص میشنوم و فکر میکنم تو داری بهش میگی خاجه. اگر تو زبان ما میگیم دست مثلا برم اینو بشورم برای گردن، شستن رو میگن شوشته کردن. توی زمان رانندگی پدر بچه های اینجا تو ایرانی در اومد، ایرانی رو مخصوصا دارم میگم، در اومده که میرن زبان رانندگی مال گوینه میخوان امتحان بدن، زبان فارسی رو انتخاب میکنن چون مجبورن که هم کردی هم فارسی هم افغانی رو امتحان بدن به عنوان زبان فارسی. و مثلا به آینه وسط اون که راننده میشینه و آینه نگاه میکنه پشت سرش رو بهش میگن عقب نما، عقب گرد نما. ما تو فارسی به اون راندباوت یا میدان که میرسیم میگیم راندباوت، میدان، اونا میگن دایره. بی خود ما گناه داریم. به نردبا میگن زینه. یه چیز خیلی جالب دارم، خیلی جالبه. ما تو ایران ترشی و ماست که استفاده میکنیم کنار غذامون. ترشی ها توی ایران معمولا با سرکه درست میشه و توی کشورهای و همسایه مثل افغانستان، هندوستان و پاکستان ترشی اینا با معمولا با روغن درست میشه و خیلی هم خوشمزه است. اگر دیدید حتما استفاده کنید. ما بهش میگیم ترشی، اونا بهش میگن آچار. حالا ما به آچار میگیم آچار، اونا به آچار واژه انگلیسی رنج رو استفاده میکنن، رنج، آچار، پلایر رنج. حالا اگه میگیم آچار فرانسه میخوایم، نری ترشی فرانسوی بیارید. نر میشه مرد، خب مثلا طبیعی نر قوی، ما مو جنس نر رو داریم، ولی نر رو این استفاده نمی کنی تو زبان فارسی، طرف قویه یا مثلا مرد قویه فلان. و اگه مثلا به طرف بگی نردبان، به یه افغانی بگی نردبان، اونی که فارسی بلد نیست فکر میکنه که احتمالا باید یه مرد هیکل گنده برداره بیاره که بدوانه باشه. ای خدا، نصف اینا رو من از دوست افغان یاد گرفتم که پدر ما رو در آباد با فارسی صحبت کردنش، و ما خیلی خندیدیم از دست این آدم با این واژه ها. جاش خیلی اینجا خالیه. شما هم اگر چیزی یاد گرفتید و یا میدونید رو به اشتراک بذاریم، ببینیم تفاوت زبانیمون، تفاوت فرهنگیمون به چه صورت هست. فقط چیزی که در مورد افغانهایی که من اینجا باهاشون تو لندن برخورد کردم، از هر 20 مورد خودش دارم میگم 19 موردشون آدم های بسیار مهمان نواز، بسیار سعی کردن مؤدب باشن، پولم رو نخوردند و دست و دلبازانه و بسیار با روی خوش سعی کردن همیشه پذیرایی کنن و جای تشکر رو داره. و این که رسم مهمان نوازی رو اینا هم دارن قشنگه، بسیار آدم های تمیز، مرتب و با فرهنگی هم هستن. روز خوش.